با سلام مجدد بیننده های خوب و گران قدر. شما در این برنامه توضیحات کتاب DSM-5 بیننده هستین و در این کتاب 600 اختلال روانی توضیح و تشریح شده که بخیر با خیر با تعقیب کردن برنامه های ما با تمام شاشنا میشین علایمشانه، علتهایشانه راه شانه, معرفی میشین که ما فکر میکنم برای هر کدام ما و شما مفید است و بناهن شما مهربانی کنین اول چینل یوتیوب ما را سبسکرایب کنین دومی برنامه ها را در فیسبوک هایتان شریک بسازین و دیگه دوستایتان هم بگوین که به چینل یوتیوب ما سر بزنن و برنامه ها را ببینن مطمئن استم خالی از مفاد نخواد بود اگر سوالایی بر شما پیدا میشه در جای کومنت هایی که در پایین ویدیو در یوتیوب میباشه حتما در چینل یوتیوب سوالتان که شما نوشته کنین ما یک قسمت برنامه ها رو برش اختصاص میتیم و سوال شما را جواب خواد دادیم پیش از وقفه من در مورد روی کرد شناختی صحبت داشتم و گفتم طرفدارای روی کرد شناختی باورشون بیست که اگر نحوی تفکر ما خراب شوه احساس ما خراب میشه رفتار ما خراب میشه خوی خراب شدن رفتار ما به نام مشکلات روانی یاد میکنیم و بناهن بر حل مشکلات روانی هم نیست که بالای تفکر شخص کار شوه اگر تفکر به اساس عقل و منطق صورت بگیره مشکلات روانی هم رخت بسته میکنه و میره به ادامه بس دقت کنین شناختگرایی در ایجاد یک روی کرد طرفدار دیگر بروان درمانی بسیار موفق بوده است اگر افکار و باورهای غلط باعث ایجاد و ادامه مشکلات روانی می شود طبیعتا باید بتوان آنها را شناسایی کرد میگن اگر افکار غلط میتونه ما مریض بسازه خیر ما برای ال کردن مریضی باید اونم ما پیدا کنیم که در کجاست و اگر ریشه مشکل شما پیدا کردین فکر کنین نیم کار حل کردین در بابت یک استلاس میگه پیدا کردن علت هل... پیدا کردن علت نیم تداوی است اگر شما علت پیدا تانستین علت بیماری چرا با وجود نیم تداوی صورت گرفته دیگه به خاطر شما میبینین ماینات صورت میگیره ماشینالات مختلف تشخیصی است یا مثلا در کارهای سایکتری و سایکولوژی یا نیرولوژی زیاد به پرس و پال و سوال کردن تاریخچه که دکتر کوشش میکنه ریشه را پیدا کنه ریشه این مشکل چیست و اگه او ریشه را شما حل کردین مشکل امرویش حل شد خب این اعتقاد باعث ایجاد روش درمانی خاصی شده است که روان درمانی شناختی رفتاری یا سی بی تی معروف است به نان یک روش به وجود آمده که یک روش مشترک است از شناخت درمانی و رفتار درمانی کگنیتیو بیهیویر تراپی CBT بی تی تراپی یعنی تداوی شناختی و رفتاری مثلا ما شما باز بخیر دهل افسردگی میخوانیم از دو روش روانشناس کار میکنه یکی سر شناخت مریض سر ذهنیت و باورها و اعتقاداتش کار میکنه تفکرش و دوم یک سلسله وظایف رفتاری برش میته که تو مثلا ورزش کو با وقت نان بخو با وقت بخواب با وقت بیدار شو خنده کو خود خوش نگاه کو تفریح برو چکر برو کارای سازنده بکو اینی چیزا این رفتار در مونیس. یعنی میگه اکت یک آدم جور انجام بده از یک طرف سرشناختش کار میکنه از یک طرف سر رفت و ایده صورت است که بهترین نتیجه را میگیرن یعنی امروز شما اگر اکثر روانشناسا رو پرسان کنین که از کدام روی کرد و مدل و روش برای حل مشکلات روانی مریضات استفاده میکنی میگه سی بی تی. از پر استفاده ترین روش ها و موثرترین ترین روش ها میشه بگیم امروزه در کار روان درمانی سی است تا اینجا ما و شما بعضی روی کردها را آشنا شدیم روی کرد تی بر اختلالات روانی را فهمیدیم روی کرد روان شناختی را روی کرد روان پویایی را رفتارگرایی را روی بود که خواندیم روی کرد دیگه ای که میخوایم خدمتان توضیح بدم روی انسانگرایی و اگزستانسیالیزم است هومنیستیک اند اکزستانسیال مودل یا تیوری در این مودل چی میگن؟ خب ما با شما فهمیدیم در مدل طیبی طرفدارایش میگفت که اتمن مشکل روانی ریشه در بیولوژی بدن داره در یک عضو بدن کدام مشکل ایجاد شده یا در مغز مشکل با وجود آمده دالی که طرفدارای مدل سایکولوژی گفتن که نه مشکلات روانی بعضی وقت میتونه در اثر استرس ها و فشارهای روزمره با وجود بیا و هیچ نو ریشه بیولوژیکی ما برش پیدا نمیتونیم در روان پویایی باور به ای بود که دوری کودکی و خاطرات فراموش شده میتواند تاثیرات خود داشته باشه در رفتارگرایی گفتن که یاد گرفته میشه رفتارهای بد و مریضی و در روانشناختی گفتن که ذهنیت خراب میتونه مشکلات روانی را رو با وجود بیاره و بر جور کردنش باید سر یادگیری کار شود اما روی انسان انسانگرایی چی میگه؟ در این ریکارد باورشان به خوب بودن انسان است یعنی میگه انسان ذاتا موجود خوب است فشارها و استرسها و ناامنیها و خرابی های محیط است نادانی اطرافی هست که شخص به مشکل مواجه ساخته یعنی اگر ما بتانیم یک فضای خوب زندگی بر انسان فرام بسازیم انسان سالم و خوب پرورش پیدا میکنیم ببینیم چی گفتن طرفداران این روی کرد ها یعنی روی کرد انسانگرایی و اگزیستانسیالیزم معتقدن که انسان توانایی شناختن خود را دارد یک باورشون رویست که انسان خود شناخته میتونه خودشناسی که یک موضوع بسیار مهم است هم در دین هم در روانشناسی و در زندگی خود ارزش های مهمی و نوع احساس معنا ایجاد کنند یعنی با شناخت خود میتونه ارزش هایی بر خود قائل شوند و معناهای ایجاد کنه که به اساس از یک زندگی خوب داشته باشه و حق انتخاب داشته باشه یعنی میگه انسان میتونه ارزش هایی تعیین کنه زندگی معنا خلق کنه و حق انتخاب داره اگر این توانی های مثبت به طرز صحیح رشد یابند و تشویق شوند رنج هیجانی و مشکلات روانی به احتمال زیاد حل خواهد شد یعنی اگر میگه ما برای یک انسان زمینی زیر فراهم کنیم یا کمکش کنیم که اکسس لرزش ها بر خود جور کنه معناهایی در زندگی خلق کنه که با سر معنا درمانی هم حتما ما و شما با کارهای ویکتور فرانکل حتما اشاره خواهد داشتیم و میگه اگر این می فضا فراهم شود شخص جور می باشه. ولی اگر ارزش در زندگی نداشته باشه معنا نداشته باشه حق انتخاب نداشته باشه میره به سمت مشکلات روانی هدف این دروی کرد از بین بردن مشکلات روانی از طریق درک زندگی زندگی رشد فردی و شگفایی استعداد هاست این دروی کرد هدفش نیست که انسان برش توانایی قائل است ارزش قائل است و اگر میگه انسان بتان استعدادهای خود رشد بته شگفا بسازه و ما کمکش کنیم او حتما انسان سالم میباشه ولی اگر نش از رشد فردی برش فرام نشه استعدادهای شکوفا نشه او دچار مریضی روانی میشه یا اگر یک کسی دچار مریضی روانی شده ما بتانیم برش کمک کنیم که بتانه رشد کنه استعداد خودش رو فابس زیاد مشکلاتش میتونه حل شوه چون این گونه روی بیشتر روی درک زندگی و طبیعت مسائل و رشد فردی به انگام برخورد با مشکلات روانی تکید دارند بر ریشه های مشکلات روانی زیاد علاقه نشان نمی که ریشه مشکل روانی کار نداره بر شخص روش های ریاد می تا که استعداد خودش رو بسازه و بتانه مشکلات زندگی را حل کنه و بیشتر دوز دارن از طریق کمک به رشد شخصی از شدت مشکلات روانی بکنن یعنی انسان که رشد بتیم توانا بسازیم خود به خود مشکلات در مقابلش رنگ باخته میره و خود ضعیف میسه بازم اگر شما از ما پرسان کنین که بیشترین مشکلات روانی در انسان است که استعدادشان شگوفا شده توانایی علمی داره یا کسایی که نادان استن و زمینی درس و تعلیمشان فرام نشده در نادان ها. کسایی کلی میاد گرفتن به مقدار زیاد میتونن سلامت روانی داشته باشن یک نمونه خوب از رویکرد کرد و اگزیستانسیال رواندرمانی مراجع محور ابدای کارل راجرز است یکی از روش, روش مراجع محور است در حل مشکلات روانی که در موردش با صحبت خواد کردیم و ما و شما بخیر کتاب های مختلف سرش بس خواد کردیم تمام ماخذ خوب از صحبت خواد کردیم سرشون بنان کارل راجرز هم یک روش ابدا کرده که او رو به روش مراجعه محور یاد میکنن و ای به اساس همی انسانگرایی و اگزستانسیال ترتیب شده این روی کرد روی خوب بودن طبیعت انسان تاکید میکند و اعتقاد دارد که اگر ترس ها و کشمکش های درونی انسان ها را محدود نکنند آنها به افراد سازگار و خوشحال تبدیل خواهند شد طرفداره زیر روی کرد باورشان به ایست که انسان طبیعتا موجود خوب است انسان ذاتا خوب است اگر در پیرامونش ترس و وحشت و پریشانیا و محدودیت ها و محرومیت ها نباشه حتما انسان رشد سالم می داشته باشه انسان سازگار می باشه و انسان خوشحال می باشه ولی متاسفانه اگر ترس در زندگی شاکم است اگر محرومیت است اگر محدودیت است دچار مشکلات روانی ناسازگاری جنگ و ستیز و مشکلات خود خب این روی کرد این روی کردها برای علی اختلالات روانی تلاش می کنند تا برداشت انسانها را از دنیا و رویدادهای بیرونی و درونی را تغییر دهند خب چی میکنن طرف زی تلاش میکنن که انسان برداشت انسان ها را از دنیا و همچنان از رویدادهای بیرونی و درونی تغییر بده یعنی تغییر در نگرش انسان ها ایجاد کنه پس آنها بازاشنا میشین میبینین که طرز نگرش ما بسیار تاثیر داره ما چی نوی قضیه را تفسیر میکنیم شما ده نفر در مقابل عین شرایط قرار میتین با ده نو عکس عمل مختلف مثلا روبرو میشین چرا چون ده دید مختلف ده برداشت مختلف ده تفسیر مختلف بر از او موجود می باشه به طرفدارای از این نظریه سرزمین موضوع کار میکنن که برداشت شخصه از محیط و پیرامونش و تفسیر حوادث تغییر بده بلکه یک وقفی کتابی گیریم به تقیبش بحث خود ادامه خود